And now I call upon Malala Yousafzai. ملاله یوسفزای 17 ساله جوانترین دریافت کننده جایزه صلح نوبل شد، هرچند بین 95 نفری که از سال 1901 میلادی تا به حال برندگان این جایزه بودند، میانگین سنی 62 سال بوده. همپای او کایلاش ساتریاتی 60 ساله است و هر دو مبارز یک راهند. تأمین آموزش و پرورش مناسب برای کودکان و رعایت حقوقشان. هر دویشان در راهی که طی کرده اند بسیار هزینه دادند. حالا با تقسیم جایزه صلح نوبل هر کدام 700 هزار دلار برای پیشبرد تلاششان دریافت می‌کنند و شاید از پول مهمتر وجهی رسمی به عنوان تلاشگران راه حقوق کودکان پیدا کردند. I dedicate the Nobel Peace Prize money to the Malala Fund. من این پول رو به صندوق ملاله میدم تا برای دختران آموزش با کیفیت ارائه کنم. هر جا که باشد تا حرفشان را بزنند. اولین جایی که این پول رو در اونجا صرف می کنم وطن عزیزم پاکستان است، در منطقه سوات و شانگلا. ملاله دو سال پیش به خاطر نوشته هایش مورد غضب طالبان پاکستان قرار گرفت و گلوله ای به سرش نشست. کایلاش ساتریاتی هم که با اقداماتش توانسته هزاران کودک هندی را از شرایط سخت و غیر انسانی کارخانه ها و صنایع مختلف نجات دهد، بارها به مرگ تهدید شده و دو تن از همقطارانش هم کشته شدند. اعطای این جایزه به طور مشترک به چهره هایی از دو کشور هند و پاکستان با تاریخ طولانی کشمکش و جنگ هایی که داشته اند، وضعیت کودکان و صلح در منطقه شبه قاره هند را برجسته می کند. آقای ساتریاتی دریافت این جایزه را یک فرصت دانسته. ملاله یوسفزای هم گفته برای پیشبرد برنامه‌هایش حتی به نخست وزیر شدن فکر می‌کند. محمد امینی، بی بی سی.